سلام، فاطمه محسنی هستم در شهر بارانی لندن. به این شهر هر کسی آمده رای خودش را پیدا کرده. 30 سال قبل هم ناشناس به این شهر آمد، ولی موسیقیش پنهان نماند، برای مردم خواند و هنوز هم میخواند. سر هیچ چیز خود افتخار نمی کنم و نمی نازم غیر دو سه چیز. یک، با نزدیکترین کسی که خود پدر باشه، با نزدیکترین کسای خود که خیش و قوم و همزبان باشن، با اونا مبارزه کردیم. 70 سال مبارزه کردیم. دزدیده و من دیدم فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم چویش قد در دلم تابنده دیدی، برویم همچو گل خندیده دیدی. اگر با من سر یاری نداری، اگر با من سر یاری نداری، چرا بر سوی من دزدیده دیدی؟ دکتر صاحب صادق، فطرت ناشناس، بسیار زیاد تشکر که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتین. خواهش میکنم. وظیفه ماست و مسئولیت ما همیشه داشتیم و دارم و با می مسئولیت افتخارم میکنم، خوش دارم. سلامت بشین. شما کسی که چندین دهه فعالیت در کار موسیقی و هنر داشتین. بله. احساستان در سن 87 سالگی در مقابل تمام فعالیت‌های موسیقیتان امی لحظه چی است؟ سر هیچ چیز خود افتخار نمیکنم و نمینازم غیر دو سه چیز. یک، با نزدیکترین کسی که خود پدر باشه، با نزدیکترین کسای خود که خیش و قوم و همزبان باشن، با اونا مبارزه کردیم. 70 سال مبارزه کردیم. از 1953 شروع کردیم. موسیقی را از طفولیت خوش داشتیم، اما در رادیو که شروع کردیم 1953، آل 2023 است. 70 سال مکمل بینمی مینازم که چشم پوشی نکدم و غفلت نکدیم و برای انتخاب شعر خوب او را، اما از شعر خوب و غزل خوب، اما بهترین بیت ها را به حیث پیام اونم او را و اما را به قالب خوب موسیقی انداختن و برای مردم عرضه کردن. به اینمی ما بزرگترین خوشی را ما در اینمی کار می دیدم. دیگه به هیچ چیز نمیدونم. یعنی مبارزه ما که ادامه دادیم و بالاخره برای از اونا ثابت ساختیم که موسیقی اما هر چیز اگر استفاده درست ازش شوه، حسن استفاده، اما کار خوب است. هر کس صاحب یک استعداد هست، اون استعداد باید کشف شوه. دقیقا. چی هست؟ ما هم در رشته های مختلف، اما مقوله چیزی که انسان باید خود بشناسه، بعد از فهم و درک استعداد خود هدف والای برای خود تعیین کنه. در رشته های مختلف تب آزمایی کردم، دیدم هنر متوسط پذیر نیست، یا باید خوب باشم یا نباشم. در اونها نتانستم خود ثابت بسازم. در نوشته، در شعرگویی، در نطاقی، در اکتو اینا چی نبوده. در موسیقی تصادفاً
برابر تصادف چطور چی بود که ما شاور می گرفتم. بعد از او که خلاص شدم بیرون آمدم، مادر پرسان کرد، گفته به چیم در متشناب یک زمزمه کردی، زمزمه امرو خودت باز بکو. ایران ماندم که چطور چی زمزمه را از کجا شده. خب اما یک خواندن معروف ماست، شعر حمید ماشوخیل است. خط پرمخ دستنم راغی کس پرمش و پا حالکی خو. خط پرمخ دستنم راغی کس پرمش و پا حالکی دایی غاش پخلکی زیبکا کجالش و پلا. ایره ما گفتم عشقایش سر کرد، تم فطرت یافتی رایته، رایته یافتی. امی را را گفتم که طبیعت یا خدا تارهای صوتی خوب داده بودیستم، این حال یک هدف والا باید برید تقیم کنی. مردم و ملتی که از نه پارک داره، نه سینما داره، نه تئاتر داره، نه اجتماعات ادبی و هنری و چیزا داره، اگه آدم برای یک پنج دقیقه از خوبترین شاعرهای زنا، خوبترین اشعارش با خوبترین پیام انتخاب میکنه و یک پنج دقیقه وقتی دی غلط میشه، غمها را و معلومیتها را کلش فراموش میکنه، چی کار بهتر از این؟ بسیار عالی. آقای ناشناس، طبعا شما اینقدر ساله که وقتی در راه موسیقی فعالیت کردین، یک آرشیف بزرگی از فعالیت ها و کارهایتان دارین. بله. لحظه ای که فکر میکنین بیکار میشین، بعضی اوقات یه آرشیف را باز میکنین و خاطرات همون لحظه را به یاد میاره. بله. لحظه احساس کردین که بخواین یکی از اجراهایتان یا بعض از اجراهایتان تغییر بتین، یا ای که پشیمان شده باشین از او اجرا؟ سوال یک میلیونی است. خواندنای ما پیش شما این منجه هست، او کتابی که شما دارنده او هم امی پنج پنج و نیم ست خواندنه، ما اینا وجود دارده منجه. در حدود امکان کوشش کردیم که از رفیقا پرسان کردیم پیش از اینکه ثبتش کنم، شعر که انتخاب کردیم بسیاری وقتا یک شعر انتخاب یک هفته بعد اما لذتی که روز اول بردیم نبردیم. از این خاطر ایره ماندیم خوب برای شش ماه هفت ماه، اما یک بیت دو بیت هر غزل در کلیم می بود. در راه می رفتم یک دفعه یک جایی برابر می آمد. ما در حالات بسیار خوشی و در حالات بسیار غم معمولا آهنگ های ما در می وقت بوده، یا در دوران عاشقی باز در اونجا هم مثلا می کنید که بسیار زیاد به یادش افتاده می نام اونمونا بسیار زیاد اثر گذاشته در چیز ما. ما وقتی که در افغانستان بودم هم اما آهنگ هایی که ثبت می کردم او را که می شنیدم مرا میگفتن، اصلا سوال میکردن که کدام آهنگت خوشت میه. وقتی که خودم میشنوی چی احساس میکنی؟ در محفل وقتی که باشم که بشنوم خود بسیار خود گم میکنم که حالا ما خود خواره را تراژیک بگیرم، خود کومیک بگیرم، اینجا جایش که تب میمیدم تالم جایم اشاره کنم که این از اینجا در گل آمدیم نا، اونجا بسیار تکلیف میبینم. از این خاطر که و اکثر از شنیدن خواندن خود زیاد حظ نمیبرم، جگر خور هستم که اگر این راستا میخوندی خوبتر بود، اگر اینی شعر ده ای علاوه میکردی یک شافر ده اینی بهتر میبود، اگر این به جای از ری راگ ده او راگ دگه منداختی این بهتر میامد. نظر انتقادی دارم سر هر چیز. دکتر صادق فطرت مشهور به ناشناس در سال 1935 میلادی در شهر قندهار چشم به جهان گشود. او موسیقی را به طور مسلکی در هند آموخت. لکزه بیار میانیم بل بناوی میان حسی، لکزه بیار میانیم بل بناوی میان حسی. دکتر ناشناس در ابتدا زیر نام‌های مستعار بیباک، پرواز و راست نهاد آهنگ می سرود. چون خانواده اش از نظر مذهبی تعصب داشت، از ترس آنها نام ناشناس را برای خود انتخاب کرد. زمانی که تلویزیون ملی افغانستان در سال 1357 خورشیدی به نشرات آغاز کرد، برای نخستین بار مخاطبان ناشناس با چهره او آشنا شدند.
پدر ما بسیار خورترکی برای ما قصای سعدیره و حافظه و گلستان و بوستان و شعرهای بیدله. شعرهای بیدله من مانایش هیچ نمیدونم، لیکن امی وزنش و ریتمش و تنتنش و دبدبه نمیشه. زهیر چمن ساز صبح فطرت، تبسم لعل مهر جویت، زبوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفت و گویت. امی مانایش نمیفهمیدم، لیکن امی خود وزن و چیزی که میریم برای من موزیک و ارکستر بودم. اما در بسیار زیاد چی داشتم خوش داشت. باز امو بود که آمدم و کتابخانه بابا را پالیدم، امی سه چار کتاب تحصیل موسیقی، تکمیل موسیقی به اردو و انجیل موسیقی، موسیقی بین المللی و چیز هارمونیم گاید، رهنمای هارمونیه. اینی را گرفتم بودم، تکتک هاست چی چسباندم اخراد. رخصتی های زمستانم بود، سه ماه رخصتی. ساری گاما پدنیزا سانی اپم گریزا Sare ga re ga ma ga ma pa ma pa da pa da ni da ni sa sa ni da ni da pa da pa اینه میره برای 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت تمرین میکنم. تمرین میکنم خوب جه دو ماه 3 ماه دیگه خوب در آواز کلمو ارمونی کلان دیگه ایره چی کنم. پدر در منزل پایین بود، دسمال روی سر ارمانی انداختم، لیاف هم سر خود و بازم چیز سر اگم پر اینه می از غمت می رمید بیدن. ای دل با تابکه این جفاید با ما، ماه من بیا دل برده حسن از زما، اینه منار خوابم را بودی، عقلم تو بردی بجن، امین ناره پشت پشت کردم، نغمیشم درست کردم. سبا صبح اینا چی کردم، رادیو رفتم، رادیو رفتم برای چیز میدی جان مدیر تکنیکی بود. برای از یه گفتم بودم ما یک چی کلیم درست کلیم، یک شعره یک خواندنه زلان، همی زلان ده خوب بگو، زلان مدیر موسیقی بود. زلان گفتم اونه زلان مه، گفتم امور خوب بگو مرا یک پروگرام بده. خب زلان ده آمد سلام علیکی کلتن، من دیگه عاجزم در استاد شدم. باز جور پرسانی کرد آقای زلان، گفتم فطرت داری چی کار بگو، وقت بده که بخوان. بگوید باز این آلی بی سر میخونه و باز مثل کتار نمی فهمه و تلفظش هم دیگه رقم است و چیز هست. آلی او چی میگه؟ میگه یک بی سر هستن یک بی سر دیگه هم باشه. آلی ما ایران میگه یک مرا تعریف کرده خود بعد مرا میگه چیه؟ گفت داری بچیم چیزی؟ مرا بچیم گفت تو بداری بنام؟ گفتم بله سب دارم. گفت برو خیلی این نون و نیم بجه بود، گفت برم بعد از خبرهای پشتو ساعت ده، خبرهای پشتو بعد از اون چی گفت دنیاره برای ما بخشه. ابتر آمدم به این وقت انانسر آمد، انانسر آمد گفته این دفعه چی نام تغییر میکنی؟ باز مجهول نام معلوم چیزا. گفتم ناشناس، گفتم این ناشناس، گفتم ما باز زمین ناشناس از خلاص دیگه دیگه تقید نمشون. رفت شد انانسر، خب چراغ سبز شد یعنی بخون. شروع کردم خون، دیدم که چیز زلان از یک شو چیز استودیو برآمده، یک استودیو دیگه. گفت اونا رو باش در آمد دیگه نمیگردیم. خوب بود، خوب بود، بد نبود. داری بچیم؟ داری بچیم کدام چیز دیگه؟ تم برای سیب دارم. گفت برو بعد ساعت دوازده این دیگر هم چکه بخونم، این دیگر که آندم بیران رو گفت بچیم بعد این روزای جمعه، دیگه روز جمعه بود، بعد این روزای جمعه از خودت هست. یک وقت بیرون یک چند نفر که شناختن تیر میشد، از دور دیدم سه چهار نفر رفیقا بودن، استاد بودم کتشان. از دور آمدم میگه که دیگه شد تنگر کرد، ما سعید کردم کچی هایی چشم دم کنج کنج آوردم سعید کردم که چیلو، گفتم از من معرفی کرده مرا امتر آمد دیگه گوش ما موسیقی ها چیم هلا گفتی هیچ قواریش به خواندنش نمیمانه. سعید کردم گفتم گفتی هیچ با قواریش، گفتم چی با آواز پالوان برات می داشتن؟ گفت معلوم دار که تیزوی آواز باید پالوان برات باشی. گفتم بی بی جان، گفتم آواز خوب از نای می براید، چارتراش نمی براید. بسیار جواب خوب داد. دیگه می سحنا بسیار جاد بود از این چیزا. خب دیگه بعد از او خلاص دیگه ناشناس، ناشناس مان دیگه. در سیویم چهارم دفعه باز چی شد؟ باز کسا که شناختن باز می رو گفتن که در دل ما جای داری، در دل همه مردم جای داری.
میگه اون یک ذره تکلیف ما زیاد شد. بسیار عالی. آقای ناشناس، از زمانی که شروع به فعالیت کردین تا به امروز چقدر سبک موسیقی تان تغییر کرده؟ راست برتان بگویم که سبک موسیقی تغییر نکرده هیچ. 100 سال پیش یا 100 و چند سال پیش رادیو که در افغانستان آمد، اکثر پادشاهای ما مسافرتایشان زیاد به هندوستان بوده، به ایران کمتر میرفتن، یعنی رفت و آمدشان به هندوستان زیاد بوده. بازم راجه ها اینا را میمان میکردن، راجه ها میمان میکردن اینا را. باز وقتی که چی میشد مجالس رقص هم و مجالس خواندن ها و موسیقی هم چی میشد، باز وقت رفتن چون میگفتن که اگر موسیقیش خوشتان آمده باشه یاره روان میکنیم برتان، اگر چی باشه میتونن بیاین اموجه زندگی کنن، میتونن میمان میبرین منا چی میشه امی نامی آمد. یعنی امی در رادیو خبرها و اینا که چی میشد، باز خبرها موسیقی که چی میشد، یا خواندن های فیلمی بود، فیلم ها میامد افغانستان، یا میخواندن های سبک هندی بود، امی سبک هندی چی میشد دیگه. ما از امی خاطر زیادتر زیر تاثیر ازمی برزی که من در 7 سالگی هندوستان رفتم، در اونجا 7 سال 8 سال بودیم، امی موسیقی هندی را زیاد شنیدیم، در سبک من امی سبک چکدم و امیره با گوش مردم زیادتر آشنا بود. راگایش، راگ بیروی، راگ بحالی، راگ پیلو، اینم اینا اکثر خواندن ها ده اینمی خواندن ها ده اینمی چیز ده می راگ ها و ده این هاست. آشناییشم برسته و میگفتم که یک طرز می ساختم نمیفهم که ده کدام را دیگر ها برم میگفتن. امی رقم آستاستا یاد گرفتم، چرا یعنی زانو پیش کس نزدیم ولی به اینمی ترتیب یاد گرفتیم دیگه اونم اینا را. امی سلسله چرا امی رقم دیگه ده فکر تغییر از این نبودیم هیچ وقت. ما شوروی رفتم 12 سال، در اونجا در وقتهای مختلف رفتیم، 4 سال یک دفعه، 3 سال دیگه دفعه، 5 سال باز در سفارت کار میکردم اونا را. اما اونا را چه؟ لیکن زیر تاثیر موسیقیشان نرفتم. از ایران هم میشنیدم، عربی هم میشنیدم، زیادتر این موسیقی هندی و کلاسیک که اینا چی میگه ساره گمه پدنیسا سانه دفعه مگریسا اینه بیره امیره تا با من امروز هم را نگاه کردیم تغییر ندادیم. بیا شبها یه ماتاب است، بیا شبها یه ماتاب است، تو ماهی یکانه با مکن دیگر برای از خان نسوی با، برای از خان نسوی با، او با چنگ و چغانه با مکن دیگر بهانه، او بهانه. برای طب آزمایی هم انگلیسی ره یک خواندن و هم روسی ره یک خواندن. انگلیسی را به خاطر چیز که یک شعر عبدالباری جهانی است گور شایسته انجلی پشیمانه بسه خلط قیامت چو خلقی نبولی، یعنی میره در انگلیسی بازم چیم. When I first saw you with your smile so tender my heart was captured my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here, my love. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love is great. این فقط برای چیزه؟ یعنی این هم یک خواندن یا دو خواندن هست؟ یکی به روسی. نسلیشنی صدو در شورخی Все здесь замерло до утра, если б знали вы,
Так мне дороги подмосковные вечера. اینی هم نو که رفتم در نه 19 62 امی خواندن بسیار خواندن داغ روز بود. این فقط برای مثال که گفتم یعنی رفتم لکن امو راه را نگرفتیم دیگه. گرچه آقای ناشناس من نفهمیدم در روسی چی گفتن اما کل شما بر خود گرفتم. یعنی فقط شبهای خاموش هومه ماسکو میگه. آقای ناشناس فکر میکنم که اولین آله موسیقی را که شما یاد گرفته هارمونیه بوده. بله بله. امی احساسم در مقابل هارمونیه چگونه است؟ از آغازم وقتی که سیگل ما زیاد میشنیدم در 7 سالگی و 8 سالگی و اینا امرایزمو غزلا را که میخواند هارمونی حتما امرایش میبود اما جایی که وقفه می آورد که باز نال یک مصره دیگر چی میکرد امینجا ما هارمونی پر میکرد امینجا داره یک نغمه در مابین چیز امینا را درست میکرد با هارمونی ما یک هارمونی داشتم پدر ما از هندوستان چکرده بود هارمونی بسیار بیکی سنگارمک سواره یک چیزی بود بسیار خورترک و آوازش هم باریک بود ما گفتم نیکم از درای لوگریم آواز هارمونیش هم تو چی می باشه با بسار ایش هم تو دلم نمیشد که کسی بخونم فکر کنم آواز کرده آواز ما برابر نمیم بازم ایره چه استاد برشنا را خدا مغفرت کنم در رادیوی رئیس بود باز یک وقت گفتم این طرح اگر هارمونیه دارم اونا خود چیز نگفت یک ما دو ماه پیش شد مرا گفت امو هارمونی هست پیشید گفتم بله گفتی بیای خیلی باز در دفتر رفتم گفتم هارمونی را بیار من یک هارمونی کلان دارم من میرم تهران مقرر شدیم امور برای بردن بردن یک دیگه بسیار کلان است گرنگ است چیز امور میبرم بسیار خوب هیچ باورم نمی آمد کسی خوب باز دیگه هارمونی را هنوز ندیده بودم بسیار دیگه هم دیده دلتان شاو هستید بسیار شاو در خانه ایش رفتم خانم آلمانی داشت دیگه خانمش هم اونجا بود و خب خانمش دیگه در اتاق دیگه ما شیم هارمونیه رو آورد یک هارمونیه آواز آرگان مقبول چیز هم داشت ما هارمونیه خود نشان دارم چی کرد خورترک دیگه ایران میرفت دیگه در ایران نمیتونست که اگر هارمونیه کلان رو بره ایره خانمش یک دفعه آمد رفت تا اینجا در آلمانی مال میده خب بانه بود پس برآمد که برآمد یه صدا کرد گفت به اینجا یک صدا کرد ای از اون که پس آمد گفت آقای فطرت امی ارمانیه تو که میرم باز که آمدم ارمانیه خود میگیرم ارمانیه خود بپس میکنم گفتم بیرون دیگه چیز دیگه دیگه ما فامیل این که جایز یه ارمانیه کجاست دیگه دیگه باز چی شد رب یه دیگه کتیزی همه تمرینو همه کلش کتیزی میبود بسیم این ایک قدر 180 درجه مرا گشتان به طرف خود اما بسیار زیاد خوشم آمد باز یک سال بعد آمد دیگه چی کرد گفت آقای فطرت اونم هارمونیه را گفتم الله او رو خب من فروختم گفت چطور فروختی شیرخ هم فروختی چه گفتم با اسکیل من گم شده بود بابا برای من نمی خرید اونم رو فروختم او آجوان چی میکنی تو هم بلا میکنی اما دروغ در زندگی خود یک دروغ گفته می نمیره دیگه دیگه ما در زندگی برای کل اگه مردم گفتیم که شما یک دروغ ما را بگویم هر جریم اینمی یک دروغ گفتیم البته یک دروغ مصلحت آمیز بوده دیگه خون بزن به از راست فتنه انگیز البونیت ها صوبانه به صورت عموم شو باز وقتا خو نمی بره یا مخوی 3 ساعته 4 ساعته تکمیل می باشه باز اما اونجا می خیزم و در جای خود فقط یک بالش دیگر هم میرم زیر سر می مانم و کتاب می خوانم برای یک ساعت یک و نیم ساعت چه تاکه بود باز خواه می شم باز ساعت 9:30 بیدار می شم یک چند حرکت هست در جای خواه چون می کنم دستار و پایون بالا چند حرکت یوگا یوگا چه یوگا است تقریبا دیگه اون همو حرکات اونا رو انجام میدم باز بعد از اون میایم یک شیر مخصوص برای خود میسازم بسیار عالی در 12 دانه بادام یک 2 دانه چارمغز اونجا چی میکنم میمانم با اینجا و یک 15-20 دانه کشمش سیاه ایره در شیر میمانم باز ایره در مایکروویو برای 2 دقیقه بر 2 دقیقه برنمون باز یک خاشق
زرچوبه 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 ایرش خوب شور میتون چیم کن اونمو را بعض وقتا کته یک دو دانه کلچه یا رود رودی که چی میشه اونمو را چی میکنم دیگه بعد از او بازم مطالعه و اینا میکنم یکوان دفعه کتر افریقا بود موبایل گپ میزنم دوستا و یا آقای ناشناس ما از یک جای خبر شد میگن در آشپزی بسیار خوب است میگن بسیار خوب هم تو مزدار پخته میکنه این چی ساپورترهایی تا بسیار جد بخلم همتون چی کدن معذب ساختنش که باید بری دو سال تنها تیر کردیم مادر و پدر دقندار بودن و چهار سال در روسیه از 62 تا 66 زبان روسی ره و باز سه سال دیگه بر دکتری پشتو ایره بودیم یعنی در اونجا آشپزی مجبور شدیم و دیگه خوشم میاد آله من در چاشتانه سوپ میخورم در این سوپ میگه سوپ چی داری شد؟ گفتم قربان در سوپ من یک من نیستم دیگه کلی چیزا آقای ناشناس من در فیسبوک تان دیدم که شما همی آهنگای قدیمی تان در حال بازخوانی هستین بله. پس دوباره از سر میخوانین بله. این چه قسمی از کارتان در خانه میخوانین در بیرون میخوانین پیش رفقا و دوستا میخوانین بعضی آهنگ هاست که ما در او یا مثلا ما سه نفر چهار نفر معذف میم که از این ساعت تا اینی ساعت استودیو بر در اختیارتان هست یک آهنگتان ثبت کنین دونمونجا بعضی کسا چی میکنم بسیار کم وقت میمانده با عجله یک چیز را ثبت میکردیم طبعا ناقص میفتیم اونمو اکثر وقتا در فکر دیگه ایره باید یک وقت درست پیدا کنم که میره مکمل ثبت کنم امو را چی شده در کابل اینمی شرایط چیز که ثبت میکنیم اونا اکثر وقتا بسیار زیق میبود و من راضی نمیبودم ازم ثبت از اونا باز در اینجا که آمدیم در لندن ما چهار دانه سیدی ثبت کردیم اونمو باز خواندنایی که در اونجا خوشم نامده اینجا بازخوانی کردیم اونا را و در استرالیا هم دو دانه سیدی اونجا ثبت کردیم و چهار دانه سیدی هم در واشنگتن ثبت کردیم در هامبورگ هم تقریبا چهار دانه سیدی هم اونجا ثبت کردیم بازیاش بازخوانی بوده اما بازیاش خواندنان نو بوده نیامدی چو تمام تنم ز تب میسو نیامدی چو تمام تنم ز تب میسو نیامدی که بسوزی و سوختن بینی آقای ناشناس تمام آهنگایتان پر از خاطره است و هر وقتی که ما آهنگایتان هم میشنویم یک خاطره دهی آهنگ نهفته است بله به می خاطر من چند کلمه را انتخاب کردم بله و بریم خیلی دوست داشتنی و خوشایند است که وقتی که این کلمه را شما میشنوین به یاد کدام آهنگتان میفتن خب مهاجرت از زوف به هر جا که نشستیم وطن شد از گریه به هر سو که گذشتیم چمن شد پیراهنی از تار وفا دوخته بودم چون تاب جفای تو نای آورد کفن شد عشق دیگه خواندنای محمدیش چرا با بدی یاد میکنی نامم نه من مقمر و نه رند و نه میا شامم میا برای خدا ماه رو به خانه من که من به عشق ترین کوچه سخت بدنامم بسیار مقبول دیگه کلمی تان که انتخاب کردم آقای ناشناس مادر مرا برای خدا پیش ما بمان از ما جدا مشو از پیش ما مادر اگر ز کلبه ما پا بیرون نیست مادر در زندگی ما ام چیزی که دارم امروز همیش بدون استثناء از برکت از ما هست چرا که مطلق رفیق بودم رای ما هیچ از ام کودکی شش سالگی تربیه کرده بودم توال دیگه کلان خانه هستی
خب ما از یه مسیرهای دیگه و از اونا کرده یعنی کلانتر بودم. تو دیگه باید اینا رو اداره کنی و خانه باید کلانتر خانه باشی و دیگه سودای خانه رو از امی خورترکی از امو وقت خریداری شد تا آل سر من سمی خریداری خدا از امی افسالگی شروع کرده تا آل همی خریداری 80 سال میشه دیگه 87 هستم نه 80 سال مکمل مگر نه در ماسکو که بودم باز خانم میرفت سودا رو میوردم آل هم باز چیزها رو میگیرم مگر یعنی چیز مهم که باشه برنج و مثلا روغن و دال و اینمی چیزایی اونا رو من میرم باز من عادت دارم برای یک ماه و دوانه برای شش ماه و برای هشت ماه و برای زمانه کاری تا نویسه راسان میکنی من یک چیز دیگر رو بهتون بگم برای من معاش که میدادن برای من 15 اوغانی در روز معاش میدادن روز یک قران روز یک قران بسیار کم بود مثلا در مکتب بودیم اونجا میامدیم اما شور نخود والا و اینا در پیش دروازه اونجا چی میکرد؟ دروازه کلان کلان بودم آینی اونم اونجا می شور نخود بود و کچالو و باقلی و اینم نارا چی میکردن میفروختن باز یاد نمیدم تری تری سایل میکردم یا گفتم اینا لگه اقران و سریزی بیم اون چیز دیگر باید چی طور کنم باز ما دیمی خریداری دو زیر شروع کردم با خدای دو زیر شروع کردم بسیاری چیزا را بسیاری چیزا را او قیمت را میفهمید که مثلا یعنی دانش یعنی مقدر چیز باز دو وزن کم میکردم یک چارک میکرد باز با سه پاو میگرفتم او رو طول نمیکرد اینی دوزی اینی دوزی چی کردیم باز مادر مرا گفته بود که بچه می یک چیز بگویم نامت صادق است نازمه خاطر صادق ماندم که همیشه راست بگویم باز شوانه که خواهیم شیم در روز بعد پان در روز بعد مادر جان اونمو چیز گوشت که آورده بودم او رو سه و نیم پاو بود یک چارک نبود چیزا آفرین بچون خوب شکر راست بودی دیگه دیگه این کار را نکنی ده دفعه دیگه دیگه همی چیزی که آن راست بودی مگر دیگه این کار را نکنی ده دفعه بازم چیزی دوزی کلیم هم و آلم دوزی خوشم میم خیلی مادر اولاده آل برنامه را میبینه بسیار شاید دیگه بعد از احتیاط کنه بخاطر از اینکه سودای خانه را میاره ما اکثر وقتا مادر مامر میگه چرا تمام روز راست میگی قدر راست میگی مادر جان نمیشه حالا من پروگرام قتل کسی را ندارم پروگرام دوزیل کردن یک چیز را ندارم اینا دیگه چی گپ هست گفت نه خواهی قدر راست هم آدم نمیگه شروع خوردی شروع خوردی چرا چی میکنی بگو پلاو خوردی میگه تم نمیتونم بخور چرا نام مرا صادق مانده بسیار عالی آقای ناشناس شما کسی هستین که با موسیقی زندگی کردین چقدر از زندگی لذت بردین برتون بگم که زندگی برای ما همیشه بسیار ارزش بزرگ داشته یک تجربه ایش که برای سالهای معین برای انسان اما فرصت داده میشه که خود آزمایش کنه و دیگرها را آزمایش کنه و زندگی فقط چی بوده؟ یعنی برای ما برای دید که یک چیز نو خلق کنم یک شعر نو از شاعرها پیدا کنم هم اگر در راحت بودیم راحت زیاد دیدیم هم اگر در زحمت بودیم در ترس و بیم بودیم در اینا در هر چیز موسیقی به دادم رسیده امی برای ما زندگی رو بسیار سهل ساخته مشکلترین وقتا رو برای ما آسان ساخته در بدترین خونکا در بدترین چککا در باران می شود در لحظه های غم ما اکثر آهنگ های ما که ما تانستیم بسازم در حالت بسیار خوشی و در حالت بسیار غم بوده مخصوصا ما در چیز می یک خواندن خوبه که میشنوم به محابام عشق میریزه خودم که بعض وقتا میخوام که مذهب بیتیم هم عشق میریزه اما اینجا باید آدم در سال یک دفعه معاینه چشم باید برادم نوشته میگه شما بعض وقتا اما تنزیل نظرتان ایره نمیفهمین درک نمیفهمین مگر در حقیقت سایت شما و نظر شما ضعیف شده و اینا اما اونجا باز امو از ما پرسان میکنه چطور کدام مشکل خو نداری پرابلم خو نداری تم نه پرابلم ندارم یک صحنه ری قطنگیزه که ده ما ده فیلم های هندی باز وقتا جملات میاد چون اردو را زبانش میفهم زبان مادری واره او را میفهم عشقا ایت کنترول ندارم سر عشقای خود باز خواندنا شعرا و اینا یگان دفعه رقت قلبی برای آدم میاد اونمو عشق میاد ما گفتم
عشق میگم صحنا بیاره. گفت اول سیل نکو چی صحنا را سیل نکو و باز خوب است که عشق می چشمایت خشک نیست که باز دیگه ساید چشمایش خشک می باشه اونو مشکل است باز خوشتون برو بیایخه همیشه عشق خوشی بریزانی آقای نشد عشق خوشی بله 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 محبت اول آسان پر نظر آگی باخر که من سفون جگر آگی دکتر فطرت ناشناس از سال 1991 به دور از وطن در لندن با همسر و سه فرزند خود زندگی می کند. ناشناس بعد از مهاجرت به بریتانیا سالها در انزوا به سر برد و از کارهای هنری برای مدتی دست شست. نسلی از مردم افغانستان با آهنگهای صادق فطرت ناشناس آشنا بودند و به صدای او عشق می ورزیدند. او کمتر در کنسرت ها ظاهر شده است. در مورد دلیل این انزوا همواره دو بیت از بدل را خوانده است. آقای ناشناس، از زمانی که شما به طرف بریتانیا آمدین هیچ کنسرت اجرا نکردین و در تمام برنامه ها وقتی که شما پرسیده شده که چرا کنسرت ندادین فقط با یک بیت شعر شما جواب دادین. من خیلی خوشحال میشم که اینجا واضح تر بگوین چرا دیگه افغانستان نرفتین و چرا کنسرت ندادین؟ چندین چیز است اونجا نرفتن. یکی از اونا آزرده استم. یعنی ما حق داشتم در وطن خود 40 ساله تقاعد 10 سال به حیث خدمتی کار کردیم. در 15-16 سالگی در پروگرام اردو کار کردیم، او به حساب خدمتی و چی بوده و 30 سال هم مکمل اما مأموریت چیه. 40 ساله تقاعدم سر وطن مانده اما رو برای من ندادن. یکی موضوع خطر هم بود در اونجا که من میرفتم، اما کمی فهمیدم که سلامت رفتن و سلامت پس آمدن امکاناتش نبود. اگر میرفتم هم اونجا در کابل اگه می بودم کنسرت می دادم قندار چی می کرد که همی شهر اصلی تمیز که در اینجا نامده در اونجا مزار چی می کنید که این ما هم حق داریم و چیزا. اینی چیزای خورد و ریزه که باز برای ما برآمدن از اونجا کار آسان نیست. کنسرت ندادن خب سار سوال عادی است و برای جوان ما زیادتر موقع دادم دیگه. ولی موسیقی توسط یک جوان که نو آمده و اینا مطابق زمانه خود اینا چی میکنن عرضه میکنن. از ما بساری وقتا فکر میکنم که چیز قدیمی است که شعر بیدل است و شعر حافظ است اینا شاید بساری کسا همین چیزهای و یک تال قطغنی که تیزی رقص خوب میشه یا مثلا امیر زیادتر چی میکنن. یعنی امی چیزا بوده دیگه. حالا پیام بر شما میگم، شما خودتان باز حواس منزل لیلا نه تو داری و نه من، جگر گرمی صحرا نه تو داری و نه من، با می خود خلاص کرد. بسیار مقبول. کمی آستا دیگر ریتم میشه لای شیخ زرم ای نگار من ای نگار من دین تک 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 آقای ناشناس، این کتاب هایتان تنها کتاب نیست و گفته ها و نگفته هایی که تا به امروز داشتین داخل از این کتاب گنجانیدین. بله. میخواستین با این نشته کردن این کتاب ها نقطه بانین
و نشان بتین که دیگه اتمام کارتان است و دیگه نمیخواین فعالیت داشته باشه؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. ما فقط اینه میرم یال چی میکنم، یک چیز هستم من مشکل در خانه دارم، تمرین باید آدم داشته باشه، یه آتش ارچه واریست که دامن باید زده شوه که اما آتش بانه و چیده. در غیر زو اگر تمرین نشه و پیری هم به دنبالش باشه، اگر جوانی باشه آدم میتونه تحمل چیشده باشه، ولی در پیری لرزش های چیز پیدا میشه، آواز و صوتی و اینا دیگه چی نیست. تا حال امی چیز احساس نکردیم لرزه و ضعف خواندن و اینا را، به هیچ وجه نقطه در فکر نقطه نیستم دیگه. باز ما اکثر وقتا در کنسرت و در اینا هم یکان دفعه به طور شوخی چی میکنم، میگم فکرتان باشه اگر یک خواندن ما برایتان مشکل میشه یا خوشایند نباشه، یک فاجعه بکنم، من رموز فام هستم، باز من خواندن خودم اونجا خلاص میکنم، باز اونا چک چک میکنم، نه ادامه بده ادامه بده، باز من چی میکنم، یعنی اما وقتی که ببینم که فاجعه ها زیاد شده نقطه میمان. نسیم پر میوزه من کرسی جوی موسیقی هستین، وقت خانه هستین، ساعت‌های بیکاری تان چی کار میکنین؟ من در یک جایی دیدم که شما شطرنج هم بازی میکنین. دیگه چی کارهای انجام میتین؟ مطالعه را دوست دارم، آل مخصوصا امی موبایل، ما بسیار میگریختم از موبایل، به خاطر ازی میگریختم باید میکنیم که تمام جهان در این هست. بله. تمام جهان در این هست و در زمین گیری که آدم برسه و تا به بسیار گشتن و اینا نباشه، باز آدم زیادتر زمینگیرتر میشه که تمام جهان رو بینه از صبح تا شام اونو باید، اما هم درستم باید گشتن هم داشته باشم، آواکوری هم داشته باشم دیگه. گشتن هم، پیاده روی هم خوش دارم، مطالعه هم خوش دارم، موسیقی رو تمرینیشه که اگر نباشه چی میشه، آواز لرزش پیدا میکنم. در رادیو اما امروز دکتر صاحب اکرم عثمان امروز زمو اکثر وقتا شطرنج چی میکردن وقتای بیکاری اینا، باز چی بود او مثلا من پلان میداشتم چند تا چال میرفتم همونجا یک پیاده ایشه میفهمیدم که این پیاده را مفت است که چی نیست امو را میخورم، باز دیگه ما پیش وی از پشت ما دویده میره که من پیاده را نمیمانم چیزی که این چاله برای ما بته پس گفتم او برادر ما این شش چاله برای زمین رفتیم که امو پیاده را بخورم، حالا ما این شش چاله دیگه را باز ما از خودان چی کنم، باز بالاخره ماسکو که رفتم برای ما خط نمیشته کن گفته حالا هیچ کس نیست که ما ببرم ایش، یعنی ما را میبرد در حالی که من میبردم ایش همیشه. این سرچپیش بوده. آقای ناشناس بسیار زیاد تشکر که دعوت ما را به این برنامه پذیرفتین، واقعا صحبتهایتان شیرین است. تشکر، خواهش میکنم. من هم این برنامه را با یک بیت بسیار زیبا از کتاب نیم قرن با ترانه های ناشناس به پایان میرسانم. خب 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 خب. قاصد آمد گفتمش آن ماه سمینبر چه گفت؟ گفت با هجرم بساز، گفت با هجرم بساز، گفتمش دیگر چی گفت؟ گفت دیگر پاز حد خیش نگذاری بیرون، گفتمش جمع است از پا
خاطرم دیگر چی گفت؟ گفت سر را بایدش از خاک ره کمتر شمرد. گفتمش کمتر شمردم، از تن لاغر چی گفت؟ گفت جسم لاغرش را در تعب خواهیم سوخت. گفتمش من سوختم، در باب خاکستر چی گفت؟ گفت خاکستر چو گردد خواهمش برباد داد. گفتمش برباد رفتم، از صف محشر چی گفت؟ گفت در محشر به یک دم زنده اش خواهیم کرد. گفتمش من زنده گردیدم، ز خیر و شر چی گفت؟